سلام اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام <تصفيق> <تصفيق> امروز ما خیلی ای ای از این سلام ما خیلی امروز به مشکلات عجیبی خوردیم اصلا یه بار وسط زبط مجبور شدیم کنسل کنیم بار دومه داریم این اپیزود زبط نکنیم خلاصه امیدواریم تا آخر بریم آره چون که مموری کارت همون پر شده بود و رفتیم خالی میکردیم برمیگشتیم اوکیه نه؟ نه 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 جونم براتون که امروز اپیزود چندیم؟ دویست و نو برای اینکه برای تو جذاب بشه و مثلا یهو مسخره بازی نشه نگی دوباره اینا رو از اول میخوای بخونی هم سر میره بگو که من چه جوری شما را دادم تو من اول بگم چون من اول اومدم آقا که ایمان اومد پای من آورد ویدیو کارو نشست بالا و آها اینو بگم بگو. تو از اون چیکار کردی با من داره. یه, یه جوه دستمال کاغذی از این های بزرگ دستش بود بگو چرا الان اینجا دستمال کاغذی با دستمار. یه چیز خب همه فکر کنم هم دیگه میدونن دیگه تو فضای مجازی اینا فیلم و عکساش اومده خیلی تو کشور غربی دستمال کاغذی کالای نایاب و عجیب غریبی شده سرش جنگ میشه گیس و گیس کشی اف... من دو تا آدم مسن بنده خدا بعد جور به جور هم افتاده بودن حالا این کاری <applause> نظری ایمان اینو گرفته و دستش این دست من کاغذ من دیروز رفته بودم خرید تو ماشین جا مونده بودم روز اومدم یه چیز دیگه هم دستت بود سپایه آره سپایه دور هم دستش بود بعد ما از پارکینگ اومدیم بالا دو دو نفر دیگه هم داشتن وارد آسانسور میشدن طبقه همکف یهو ایمان این دستمال کاغذیه رو که الان کالای جرمه رو پرت کرد سمت من اینا هم دیگه اومدن تو من هم سریع گذاشتم پشتم و خودم کاور کردم که اینا رو ما رو قضاوت نکنن <applause> از غذا <applause> از غذا بگو اینا داشتن راجع به تجربه خریدشون دیروز پیروز که رفته بودن توی یکی از این فروشگاه بزرگ صحبت میکردن که آره <applause> س... آره. دو ساعت درگیر نبود و, و هیچی و توی هیچی نبوده و اینا طبقات نبوده ایمانم و اینا اون وسط گفت نه اتفاقا من رفتم خیل. 15 دقیقه رفتم اومدم همه خیلی میکردم این دستمان کاغذی هم پشت من همینطور <تصفح> خلاص آلت قطاله رو دادم به آره. بعد هم که اومدیم تو سه تا مرحله چیز رو رد کردیم سه مرحله تمیز شدن رد کردیم اسپری زد تو سر و کلمون لباس زدی؟ <متصفح> <شو؟ تصفح> لباس رو یه جا پهن کردیم کابشن همونو نزاش بیاریم تو آره کابشن اول دره ما داریم, داریم. جدی میگیریم کرونا رو شما هم جدی بگیریم اینجا یه استیشن است. چیز داره اینجا است. استیشن سن... 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 استریل کردن استریل استریل داریم آره زد داریم سانیتایز به استریل فارسی شد یه در واقع یه جایگاه درست کردم برای تمیز کردن وسایلی که وارد خونه میشه موبایل و ساعت و کلید و هر چیزی که هست میذاریم اون آره او رو چون تمیز نکرده بودم دادم ایمان تمیز کرد آره میاد اینجا تمیز میشه و بعد وارد خونه میشه یه اتفاقی که افتاد برای من این بود که باعث شد من با مفهومی به اسم کرم دست آشنایی پیدا کنم بعد از سالها دوری از این مفهوم اون روز سر کار بودم بعد یهو تست کردم دیگه واقعا داره خون میاد از دستم، چون خیلی خوش شده بود بعد هیچ کم سر کار نبود اینجا اکثرا دارن از خونه کار میکنن من حالا چون نزدیکم به آفیس من هر روز سر کار آفیس میری آره <applause> بعد دیدم خب چیکار کنم اینا تو ذهنم بود که رفتم خونه مثلا یه روغن سرخ کردنی یه کره چیزی رو این بمالم این دست من جواب آره، بده <applause> میز همکارمو نگاه کردم دیدم روش یه چیزی بود یه جبه کرم تور بود من رفتم اونجا خیلی بدون که اجازه بگیرم آره. شنگول آره اینو برداشتم و زدم دیدم یه ذره عجیبه مثلا توش یه سری ذرات و اینا داره چی بوده؟ بعد روشو که خوندم بیان نوشته و سکراب این برای اینی که چیکار میکنه خوشگیر اونجایی که مور... کمره بستر رو میبنه <تصفح> پوستای مرده رو کمک یعنی میکنه یعنی بدتر این داشت میسابون پوست ما رو بعد بهشم تکست دادم که آره این جوش کلی هم خندید گفت نه بابا اونها اصلا اشتباه بردم نه باید این زدی خلاصه من اون بچه آره تو راه برگشت رفتم برای خودم کرم تهیه کردم چیزی که واقعا نداشتم تو زندگیم الان کرم کنار دستت فکر کنم برای تو کادر باشه آره نهار. ما حالا بریم سر <applause> ما اسپانسر شدیم بده با کرم اوینو و میتونید بزنید بهترید دیشترین پایندگی تخیری <applause> بله درست با زیاد اثرش میره درست سر اپیزود اصلیمون ما یه چند وقت هست که داریم نواد ویروس کرونا صحبت میکنیم این کرونا خاک برزر و اینکه سعی میکنیم حالا اطلاعاتی که خودمون از این ور ور میگیریم رو با شوخی و خنده مثل اون اپیزودی که مثلا در دفتر بیمه صحبت کردیم یا مثلا اپیزودی که چهار پنج هفته پیش رفتیم در مورد بیماری های مختلف صحبت کردیم و یه ذرم در مورد کرونا بود چون اطلاع دمش نبود رو در اختیار مردم بذاریم هنوز هم این اطلاع در حال جمعوری شدنه و در تمام دنیا چون دارن روی کرونا تحقیقای زیادی انجام میدن و همه دنیا تقریبا درگیرش هستن این اطلاعات داره جمع میشه و گفتیم که ما وظیفه خودمون میدونیم که این اطلاعات رو به صورت خیلی ساده بدون تحریف در اختیار مردم بذاریم داریم مردم انتقال بدیم یه جورایی چون اگر بدونیم که مثلا داریم مشی دست و پنجه نرم می‌کنیم شاید خیلی راحت‌تر باشه که بتونیم یه بیماری رو شکست بدیم تا اینکه اصلا ندونیم داریم دست و نرم می‌کنیم این این هم بگم که تمام اطلاعاتی که توی این حالا اپیزود میشنوید یا از World Health Organization اومده سازمان بهداشت جهانی سازمان بهداشت جهانی هو uh, یا از آقای جیکوب کنفیلد اومده که توی توییتر میتونید پیداشون بکنید ایشون بایولوژیستن بای... زیستشناسن. زیستشناسن و ام... جو روگن پادکست از پادکست The Fighter خواهم. and the kid نه موضوعی از... نداری نه از پادکست جوروگن آقای مایکل آستر هوم اومده که ایشون اگر که من بخوام القابشون رو بگم بعد دو سه روز بشینیم اینجا دست بگیم فراد. آره لطفا به صورتتون دست نزنید و ایشون هم خودشون وقت خودشون دوربین نیستی چرا تو اون دوربین دور معرفی میکنن میگن که من کارگاه مریضی هستم و کارشون اینه که تمام این هایی که همه گیر میشه یا پندمیک میشه رو برن مرکز شیوعش رو پیدا بکنن ببینن که چی شد که به کشورهای مختلف سرایت کرد و چه میشه مقابله کرد با این مریضی هایی که الان هست و در آینده چه میشه از به وجود اومدن یه فاجعه جهانی دیگه جلوگیری کرد اولش یه سری اطلاعات بدیم در مورد کرونا امروز که 14 مارس که ما داریم ضبط میکنیم اطلاعاتی که از هو اومده یا سازمان سلامت جهانی بهداشت جهانی اینه که سر, سر 538 نفر در دنیا مبتلا شدن به این بیماری و تستشون مثبت در اومده 5391 نفر از بین رفتن متاسفانه و سر 35 کشور جهان درگیر این بیماری هستن از کشور جهان آفرین اینو میدونستیم به تبریک میگم اصلا, اصلاً, اصلاً ندید دست ندید بیا؟ نه نه اونم میگه نه اون کار میگه نکن آرنجی. چون توی آرنج درخت سرفه میکنی هیچ کاری به بهتون میگم 5 تا بدترین کشور دنیا از لحاظ شیوع هم به ترتیب چین، ایتالیا، ایران، کره جنوبی و اسپانیا هستن که متاسفانه ایران مقام سوم را آورده ولی هیچی از چی میگن ارزش های ما, ما کم نمیشه اما خب این اطلاعات بر اساس اطلاعاتی که اون کشورها به این سازمان دادن همطوری که خودشون عدد در نمیارن و اگر که مثلا بدتر باشه احتمالا این تو مثلا من عجیب چیزن روسیه و ترکیه ترکیه که هیچی از توش بیرون نمیاد خبر صداشون در دارن... نمیاد آره ترکیه هم گفتن که اخیرا گفت یه دونه که خیلی بعید به نظر میاد به چند دلیل یکی اون لب مرز کشتنش طرف <infinity> <یکین laughs> <فينزشنم بروش yards> نه یکی اینکه خب مرز با ایران داره کلی ایرانی رفته ایران هم که معلومه حال دو اون اوه تو همین چند وقت دو میلیون نفر مهاجر رو از ترکیه فرستادن مرز با یونان یعنی خیلی منبع آلودگی اینا خبرشون در نمیاد کره شمالی هم مثلا میگه نداره خلاصه اون کشورهایی که حکومت یه جوری یقه مردم رو گرفته و دسترسی به اطلاعات آزاد نیست به اعدادش خیلی نمیشه اعتناع کرد در مقایسه مثلا حالا با کشور گفتن مرزا رو روی رو ایران بستن دیگه منبع جلوشو گرفتن پس پاکمون از ذهن توی کانادا هم که ما هستیم متاسفانه داره به سرعت پیشرفت میکنه از دو هفته پیش که 20 مورد بود در کل کانادا امروز رسیده به 176 نفر همسر نخست وزیر هم فعلا مثبت همسر نخست وزیر مثبت خود نخست وزیر احتمالا مثبت میشه دیگه مثبت و بعد کارو نمیدونی هن ما ضبط میکنیم. میکنیم نمیدونیم منظورم اینه, نمیدون. اینه که توی چیزه توی قرنطینه 14 روز خوش کشور چی صورت میذارن میدا به صورت دست نزن دماغمو خورد 18 بار دماغتو خورد حالا در مورد این صحبت میکنیم من نیست کوکائین مصرف میکنم خیلی موی رگارو دست نزن چیزی که هست حالا بیایم یه سری سوال دم... در واقع جواب بدیم ببینیم که اصلا این ویروس ها چی و چی کار میکنن و یعنی باورهای... با این شروع کن که چرا آنتی بیوتیک روی ویروس تاثیر نداره نه میخوام در مورد پندمیک شروع بکنم که <applause> 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 <اه، تصفيق> <مره> بگم <applause> پندمیک چیه الان لقبی که به این ویروس دادم و اون استیجی که توی این ویروس توش هست بهش میگم پندمیک که آخرین استیجیه که یه بیماری میتونه توش قرار بگیره حالا یعنی چی این همون هو یا دبلیو سازمان بهداشت کرونا رو پندمیک اعلام کرد که کلمه فارسیش میشه همه گیر این لقب رو به مریضی هایی میدن که در همه دنیا همگیر میشن در واقع گفتم که 6 تا استیج مختلف داره استیج به فارسی چی می میشه مرحله مرحله 6 تا مرحله آره مرحله مختلف داره که کرونا متاسفانه توی قسمت میشه که این در موقع اتفاق میفته که آدم هایی که به کشور مبدا ربطی ندارن در کشور دیگه از طریق اه هم در واقع از همدیگه بگیرن این بیماری رو دو نفری که مربوط به کشور مبد نیستن این بیماری رو به هم منتقل کنن ولی خب این شیشومیشه. میشه آره که دیگه آسون تر از اینم آره این خودش خیلی آسون به نظر میاد آقا پندمیک نمیشه دیگه اون پندمیک شیشومی پندمیک اونا اپیدمی و مثلا چیزای مختلف یعنی <تص> این خیلی راحت برابر کردن این شرط واسه این ویروس نه دیگه چون یه چینی اومد به یه ایرانی داد یه ایرانی به ایرانی دیگه بده تمام پندمیک شد نه بعد توی فکر کنم نه بعد یه سری چیزهای دیگه هم داره آره یه عالمه دیگه هم داره توی حالا وقتی اینو میگی الان دو تا پندمیک توی دنیا بیشتر وجود نداره که اچ و ایدز و و چیز اچ آی و ایدز یا اید و ویروس کرونا که شاید جالب باشه این سارس که سال 2003 اومد که ورژن قدیمیه الان این ویروسه از یه خانواده آره از یه خانوادهن پندمیک نشد به خاطر اینکه سر 8000 نفر تو گفتی که کوشش کردن جام جهانی ویروساسی یعنی همه ویروسا میخوان به این پاندمیک برسن نه ما ترجیح میدیم که اینا نرسن به این پاندمیک آره حالا ببینیم که ویروس فرقش با باکتری چیه چون که الان خیلی‌ها دارن توی ایران آنتی بیوتیک مصرف میکنن برای مقابله با ویروس کرونا ولی خب متاسفانه هیچ کمکی بهشون نمیکنه اگر که من بازم اشتباه گفتم میتونم اشتباه بگم. بگم. شما لطفا منو تصحیح بکنید با. باکتری ها یه مایکرو ارگانیزم هستن که تکسلولی م... که تکسلولی هن و تقریبا همه جای بدن رشد میکنن روی پوست بدن حتی داخل بدن که قبلا هم گفتیم بدن ما بین یک تا سه درصدش اصلا کلا باکتری تشکیل شده و برای زندگی انسان لازم هستن و چند تا باکتری هم وجود داره که میتونه برای بدن مضر باشه و میتونه باعث عفونت بشه و این بره اسم اون باکتری ها چیه؟ آها آفرین که به این باکتری به این باکتری ها میگن پاتوجنیک باکتری که برای اونها آدم آنتیبیوتیک مصرف میکنه پس چی باکتری موجود زنده است تکسلولیه برای کشتنش آنتی بیوتیک مصرف میشه ولی ویروس اصلاً ها توی آنتی بیوتیک هستی انتا... انتای بایوتیک یعنی زنده بایوتیک آره ویروس ها هم از خانواده مایکرو ارگانیز... ارگانیزم هستن یعنی خیلی کوچیکی هستن از باکتری ها به مراتب کوچیک و فقط با ذره های آزمایشگاهی قابل مشاهده و ویروس ها شخصیت انگلی دارن یعنی چی یعنی میرن توی بدن میزبان از سلول های میزبان تغذیه میکنن. تغذیه میکنن و سلول های میزبان رو مجبور میکنن که از این ویروس تولید بکنه و اینطوری در بدن میزبان پخش میشن و زنده میمونن هر دو زنده نمیمونن همون در واقع گسترش به پخش میشن و موجود زنده هم نیستن برای همین آنتی خوردن هیچ کمکی به کشتن ویروس نمیکنه حالا جایی که به همدیگه شبیه میشن اون جایی که چجوری انتقال پیدا میکنن از جای به جای از در واقع آدم به آدم دیگه یا از میزبان به میزبان دیگه بهتر بگیم که هر دو باکتری و ویروس به یک شکل تقریبا منتقل میشن تماس با از شخصی که ویروس داره یا حالا موجود زندگی که اون, اون باکتری یا اون ویروس رو داره تماس با سطوع آلوده و یا منتقل شدن از مادر به فرزند در زمان بارداری و مثلا میتونیم بگیم که خب چرا ما موقعی که مریض میشیم سرما میخوریم پس چرا بیوتیک مصرف میکنیم دلیلش اینه که سرما خوردن از طریق ویروس میتونه اتفاق بیفته و بعد میتونه باعث افونت, افونت بشه که برای اون مثلا شما میتونه گلوتون افونت بکنه مثلا سینوساتون میتونه چک بکنه که برای اون بیوتیک مصرف میکنین که در واقع میگنین مرحله دوم مریضی شماست اول ویروس وارد میشه باعث عفونت میشه برای همین شما آنتیبیوتیک مصرف میکنید ولی متاسفانه کرونا آنتیبیوتیک روش اثری نداره بعد این خیلی مهمه بدونیم که اصلا ویروس کرونا چجوری منتقل میشه با آدما همونطوری که مثل ویروس های دیگه ای که نام بردیم تماس با شخص بیمار سطوح آلوده مایات بدن مثل آب دهان خون و غیره و این میتونه یه ذره کار سخت بکنه برای چی؟ برای اینکه متوجه شدن که الان ویروس کرونا توی گلوی آدم جمع میشه و با عدسه و صرفه میتونه اون در واقع با ذراتی که آدم از ذهنش میاد بیرون میتونه منتقل بشه به شخص دیگه از طریق نفس کشیدن یعنی اگر که شما اینجا هستی مثلا سرفه بکنی من اگر که نفس بکشم اون سرفه شما رو میتونم مریض بشم و نکته ای هم که متوجه شدن جدیدن این هست که تعداد ویروس توی گلوی افرادی که در روزهای اولی بیماری خودشون به سر میبرن تقریبا ده برابر ویروس سارسه یعنی چی؟ یعنی این خیلی راحتتر منتقل میشه و خیلی راحتتر میتونن مریض بشن این هم باید در نظر گرفت که ویروس اگه همینطوری باش برخورد داشته باشیم مثلا دست شما باش برخورد بکنه به سطح آلوده برخورد بکنه اینطور نیست که منتقل بشه به بدن شما اگر که مثلا پوست زخم نباشه مثلا پوست کارون که انقدر شسته زخم شده حداقل پوستی دارم کلا <applause> <applause> پوستت رفت اتفاقی که میفته ما معمولا دستمون رو خیلی به صورتمون میزنیم در طول روز که <applause> دیدید آره منم هم خودم همینطوری هم حالا دو سه تا آزمایش با حال انجام دادن خیلی جالبه الان میگم و با زدن دست آلوده به چشم و دهن و دماغ و بقیه مجراهای انسان حالا <applause> میتونه آلوده بشه و میتونه به اون مریضی دوچار بشه یه آزمایش انجام دادن توی مدرسه توی کلاس های ابتدایی به دانش آموز به صورتش یه پودر بیرنگ و بیبو و بیمزه زدن خب که فقط زیر این بلک لایت ها میتونستن ببینن اون پودره رو صبح زدن و فرستادن سر مدرسه و ظهر که اومدن سراغ بچه دیدن کل کلاس به علاوه معلم ها روی صورتشون اون پودره بوده <سؤال> یعنی تو دست داده به صورتش دست, دست به صورت و دست اصلا دست داده اینو, اینو مثلا یه دونه دست داده به صورتش به مثلا این کاغذ رو داده به یه نفر دیگه اون هم رو مثلا زده به صورتش دیده بودم بدون استثنا تمام دانش آموزها از اون رده روی صورتشون بوده احتمالا بهش گفتن تو اگه بتونی تا وسط ظهر به سه نفر بدی اون سه نفر به <تصحيح> 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 بعد یه تحقیق دیگه هم انجام دادن که به این نشه که آدما حداقل 16 بار در ساعت به صورتشون دست میزنن 16 بار در ساعت قشنگه ام. و خب هر سه دقیقه یه بار میزنیم آره دیگه حالا چیزی که هست ما خودمونم زیاد برام اتفاق میفته دیگه مثلا من همیشه موقعی که میخوام فکر بکنم فکر عمیقی هم نیاز ندارم بکنم دستم دست میذارم آره روی صورت روی و روی دماغ و این مثلا این ایموجی هست که اینطوری زده تو سر خودش اون ایموجی اول منه همیشه, بلدگی. 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 همیشه من مثلا دارم میذارم تو سر خودم و اینا خیلی من با صورتم تماس دارم در ما طول روز من به ریش دست اینجوری آره اونم همینه دیگه یعنی تو عین همون میشه یا مثلا حالا اتفاقی که میفته اگر که شما دستتون آلوده باشه اگر که مثلا به این لیوانو بلند کنین و ازش آب بخورین میتونید مریض بشید برای همینه که میگن دستتون رو بشورید و حالا من م... حالا من عکس میذارم از کف دستم واقعا ترک خورده دیگه حالا عکس کف دستم نذاری میذاره میخوام بذارم شما عکس کف دستتون بذارید یه سوال دیگه است که میگن ماسک زدن آیا با آدم ها کمک میکنه در مقابل این بیماری داره در شرایط مش... معمولی خیر ماسک رو تحقیق کردن اصلا انج... تحقیق انجام دادن دیگه ماسک های N95 بود که ما میگفتیم بله بله با بقیه ماسک هایی که حالا دکتر ها میزنن ماسک دو تا... جراحی هم. آره جراحی بی میره پشت گوش مثلا هیچ فرق نداره یعنی برای افرادی که مریض نیستن N95 که فرق داره نه برای, برای این فرق. داستان فرق نداره آره برای این داستان فرق نداره این هم به این از زنگ فرمان خب اون رد نمیشه از این 95 از این 81 چی؟ نه چیزی که حالا من میتونم چیزش اون تحقیقشو بذارم براتون دیده بودن که یه بحث از سر این داستان آره. ولی الان قوی تر رو اینه که ای از این 95 هم یه نداره فقط ماسک رو به افرادی که مریض هستن پیشنهاد میکنن یا با افرادی که میخوان با افرادی که مریض هستن حالا رابطه ای داشته باشن مثلا برن ازشون مراقبت بکنن ولی افرادی که حالا توی خیابون میرن و میان این ماسک زدنه تقریبا که هیچی میگن تحقیقا بگیم دلیلش هم داری بگو دلیلشو برای آدمای ساله میگن شما که ماسک میزنید چون اونجا مرتوب میشه و حالا عرق میکنه دور دهنتون و اینا بیشتر در واقع مستعد این میشید که اون ویروس ها و حالا آلودگی ها اونجا جذب بشن رو این حساب اگه آدم سالمی هستید ماسک رو نزنید ولی هر سه ساعت هم ماسک رو اصلا عوض کنید سه ساعت کنید. هم میگن عوض کنید و خب کسی این کار رو نمی ولی بر آدم مریض به خاطر اینکه این, این ماسک جلوگیری میکنه از اون حالا ایمان گفتش توی گلو ویروس جمع شده اگه عدسه صرفه کنه ماسک باشه حالا تا 18 کیلومتر ورتر منتقل نمیشه احتمالاً یه مقدار جلوشو بگیره میگفتن حد اکثر اسم این که 6 حد فوته حد اکثر این که تو سرفه بکنی 6 فوته که میشه تقریبا 2 متر که این ذرات در واقع معلق آره و میگفتن که تو هوام هم نمیمونن اینطوری نیست که تو هرجا سرفه کنی مثلا یه ساعت بعد یک بیاد ردش بگیرتش میگفتن فروکش می میکنن و میشین روی زمین آره و از اینم زیاد نباید بترسیم حالا علائم بیماری چیه این خیلی مهمه الان علام، علائمی که میگم در اکثر بیمارها دیده شده و میتونه کمک بکنه که آدمها خودشون تشخیص بدن که آیا این بیماری رو دارن یا نه یا علائمی که دارن چقدر میتونه اونا رو به اون بیماری نزدیک بکنه 98 درصد افراد تب میکنن یعنی اگر که تب نداریم یه نشانه خوبیه که بیماری رو نداریم 76 درصد صرفه های خشک میکنن صرفه هایی که بدون خلط در واقع هستش 55 پنج پنج درصد افراد مشکل تنفسی براشون به وجود میاد و 44 درصد هم درد ازولانی و خستگی که خب پس اگر که میبینید این شرایط رو ندارید به احتمال زیاد کرونا نیست الان ویروس سرماخوردگی هم توی ونکوورم زیاده خیلی ها حالا عدسه و آبریزش بینی و اینا دارن ولی خب تب ندارن پس کرونا نیست حتی الان من حالا اینو بگم ما این مدت از خانه همه خیلی سرماخوردگی بدی داشتن چی شده؟ همین چند بارم نیومدین دیگه یعنی من نیومدم فرزاد نیومد سر ضبط و اینا ولی یعنی نشون هاش هم خیلی شبیه این چیزایی بود که الان ایمان گفت یا حالا همه میدونن ولی خب حالا یکی از ما که دیگه خیلی اوضاعش بدتر بود اینا تست دادیم تست کرونا و منفی درآمد حالا خدا رو شکر ولی میگم یعنی امکان داره که این هم باشه ولی چون عین بقیه سرماخوردگی ها و آنفولانزاست ممکنه علائم شبیه باشه ولی واقعا کرونا نباشه حالا چیزی که هست من خودم هم هفته پیش آبریزشی بینی و اینا داشتم کارو میتونه سهه بذاره نسبت به این قضیه دهن ما رو یهو وسط روز چیز کرد زبطو کنسل کنیم من میخواستم که چته میگه از صبح علایمش دارم من گفتم آبریزش بینی دارم و یه ذره سرم درد گفتم که آبریزش بینی نداره کن و تا شب صبر کنیم اگه حالت بد شد آره بعد فهمیدی گشنگی بوده ضعف داشتم بعد الان حالا یکی از دوستان <applause> یه استوری جالبی گوشته بود گفته بود که این روزا تای گلو همه ایرانی‌ها یه جوریه <applause> <applause> میخوارم و واقعا <میسوزم> همینه دیگه یه تایگه <applause> یه حالت خاصی هم داشت من گفتم که بیام مثلا شهرمند خوبی باشم و بچه ها رو آرزو نکنم و اینا ولی خب واقعا این نبود دیگه آدم شاید هم بوده دیگه نمیدونی چون 24 روز من شنیدم این نبا 24 روز 14 روز من امروز صبح تتاک دیدم گفت 24 روز اوردی برای کرونا تتا دادن همین 3 روز پیش زبط شده بابا اصلا جیورو تو خونه زبط کرده دیگه نه بابا مردم آورده دور هم بله. سرفه <تصفحنت> کرده <تصفحنت> <تصفحنت> بیا نه گفت اینجا میرید دستتون بشورید آخرش گفت پس تمام علائم حالا سرماخوردگی کرونا نیست زیاد به خودمون نگیریم از خودمون مراقبت بکنیم حالا چیز دیگه که هست چقدر سریع علائم رو باید در بدن خودمون ببینیم طبق این تحقیقی که من خوندم این قسمتی که یه ذره سخت میشه این بیماری یه دوره‌ای داره که بهش میگن اینکیوبیشن پیریود یعنی چی حالا به زبان ساده خودمونی اینی که و بدن جا میفته این اینکیوبیتر, اینکیوبیتر, اینکیوبیتر همون دستگاهیه که بچه ها به دنیا میان اگه بچه نارست باشه میذارن تو برسه آره. یا تخم مرغ میذارن جوجه میشه تخم مرغ آره بچه ها میذاشتن آره <تصفح> آره حالا بهش میگن اینکیوبیشن پیریود چیه این زمانی ای که یک شخص میتونه مریض باشه در واقع آلوده باشه ولی هیچ علائمی از خودش نشون نده یعنی من که اینجا نشستم هیچ علائمی ندارم سر رو گنده نشستم ولی میتونم آلوده باشم و میتونم بقیه رو هم مریض بکنم میگن که بین چهار تا هفت روز ممکنه طول بکشه که علائم بیماری رو در خودمون ببینیم که با تب شروع میشه چون گفتیم 98 درصد افراد تب میکنن ترمید. و اگر تب نکردید علائم خوبیه اینشاله که تب نکنید توی چند ماه ها آینده و اگر توی هفت روز بدتر شدیم حالا تب کردیم و بدتر شدیم باید بریم بیمارستان روز تقریبا روزهای هشتم تا نهم معمولا تنگی نفس شدید به وجود میاد که آدم ها رو زیر ماسک اکسیژن میذارن و بعد از روز یازدهم اگر بهتر نشدیم مراقبت های ویژه و آی سی او که برای همه هم اینجوری نیست یه سری ممکنه خیلی علائم خفیفی هم داشته باشن لزوما همه مراحل رو طی نمیکنن هم بستگی به سن داره به قدرت جسمانی داره بعضی هم ممکنه خیلی خفیف باشه آره حالا یادتونه گفتیم که علائم داشتیم ممکنه مریض نباشیم طبق اطلاعات حالا اولیه که وجود داره آدما توی اون روزهای اول مریضیشون خیلی راحتتر و بیشتر این ویروس رو پخش میکنن گفتم آه. توی گلوشون خیلی بیشتر ده برابر بیشتر نسبت به سارس اتفاقی که میفته هرچی مریضی میره جلو مثل اینکه واگیر بودنش کمتر میشه یعنی توی گلوشون اونقدر دیگه اون ویروس حسن. وجود نداره که اگه حالا سرفه بکنن تعدادش اونقدر زیاد نیست حالا آره اینم سیستم ایمنی بدن مخاط ترشح میشه این مخاط ویروسو میشوره میبره حالا وارد معده میکنه میبره پایین حالا آره اونجا اسید معده و اینا کارشو <coughs> چیز میکنه انجام میده ولی اتمالا به خاطر همینه که روزای اول ویروس بیشتره آره یه چیزی دیگه هم که هست یه اطلاعات دیگه هم که الان وجود داره اینی که اگر شخصی این, با... این بیماری رو میگیره و مثلا علامش خیلی کمه فقط حالا سرفه میکنه و حالا بدن خیلی قوی داره و تقریبا داره از بین میره اگر کسی دیگر رو مریض بکنه نسبت به اون شرایط جسمانی میزبان میتونه این بیماری خیلی بدتر خودش نشون بده علائمش این نیست که اگر که به قول معروف اگر که مثلا من برای من خیلی خفیف بوده برای شما اگر که از من بگیری خفیفه نسبت به شرایط بدن خودت و اینکه چقدر بدن قوی داری اون بیماری میتونه تو بدن تو حالا خیلی شدید یا خفیف باشه یه چیزی که اص میگن اینه که خیلی الان باز تکرار میشه اینه که این بیماری توی آزمایشگاه به وجود اومده دست بشر دسته این آقای من این آقای مایکل آستر هوم که گفتم میگفتش آقا من این مسیجی که همه دارن میدن که این توی آزمایشگاه ووهان به وجود اومده و فلان و این حرفا رو ما خیلی دقیق شنیدیم و خیلی دقیق روش کار کردیم الان ما به سطحی از تکنولوژی رسیدیم که حتی میتونیم دی ای این ویروس ها رو در حالا دی ای نه که نه در آر این ای آر ای این جنتیک این ویروس ها رو ما در بیاریم. ببینیم که از کی اینا تولید شدن و از کی از بدن در واقع اون حیوان ازمان اولیه میزبان اولی که حیوان بوده در واقع به انسان منتقل شدن که الان میتونم بگن هفته سوم نوامبر یعنی انقدر دقیق میتونم بگن ام. که این اتفاق کی افتاده و تمام اویدنس ها یا تمام اون اطلاعات شواهد. اولی و شواهدی هم که دارن نشون میده که از خفاش رسیده ام. هنوز نمیدونن که از خفاش به یه حیوان دیگه بوده و به انسان رسیده یا از خفاش مستقیم به قدرت و... گفتن که بایو وپن نیست توی آزمایشگاه تولید نشده و توی طبیعت به وجود گفتن ماده. که من تمام اون کوریرم و اون تمام اون آبروی کاریم رو میذارم و بهتون میگم که این وجود نداره و این اشخاصی که میگم این طرف هم اگه من میخواستم القاب و کارهایی که الان تو الان کرده رو بخوام دو تا اپیزود فقط بشینم اینا رو بگم علکی یه همچین چیزی رو نمیگن نمید. یعنی تا اگه مطمئن نباشن از یه چیزی نمیانی حرف رو بزنن پس اینکه برای کشتن چینی ها و ایرانی ها به وجود اومده بود برای همین سفی این پوستان این عوض هم شد اول میگفتن آمریکا فرستاده چین رو بکشه الان که ده. چین داره ریکاور میکنه میگن چین فرستاده آمریکا رو بکشه این بازاراشون بیفته نیست. این نیست این اتفاق بتونن قیمت پایین بخرن بعدن بالا بفروشن حالا بذارید موضوع با هم دیگه نه میگم که بازار بعد اطلاعات دیگه ای که در این مورد وجود داره افرادی که خیلی مسنتر هستند بیشتر در معرض این بیماری هن. کسایی که سنشون کمتره نوشته او تا زیر پنجاه سال درصد فوتشون مثل اینکه زیر یک درصده آره. بالای پنجاه سال مثل اینکه که میرسه به هفت و بالای هشتاد بالای ده بالای و نوت به بالا فکر کنم چلو خورده ای درصده که افراد از میشه میرن. آره, آره. میگفتش آره آره، تو هر سنی باشه این چیز وحشتناک آره. آره. آره این... اینجوری نیست که بگیم خب مثلا خوبه که بزرگتر آره. سن بالاتر ها اینجوری اصلا اینجوری نیست تو هر سنی باشه وحشتناک نه که نه من اینو نمیخوام بگم نه میخوا. نمیگم تو اینو میگی آه. چون ظاهرا یه سری برنامه اینا توی تلویزیون ایران رفته آره. رفتن با این لفظ که مثلا خوشبختانه فلان نه این خوشبختانه جون هر انسانی ارزشمنده و فرقی نداره آه. کیو از بین میبره اون که حماقته ولی میخوام بگم که کسایی که سنشون کمتره با بیماری دست و پنجه نرم نمیکنن مثل بیماری های قلبی بیماری های تنفسی و دیابت, دیابت. با این بیماری دست و پنجه اون ریت ریکاوریشون یا اون نرخ سرعت, نرخ سرعت روند زارت لغت هست <applause> اون روند درمانشون و بهبودشون خیلی بالاتر و بهتره و اکثر افراد که سنشون زیر سال بوده خوشبختانه سالمن و دارم به زندگیشون ادامه میدن یه چیز دیگه هم بود که میخواستم بگم هلند هم امروز صبح اعلام کرد که توی آزمایشگاه ظاهرا دارویی رو پیدا کردن که میتونه مقابله بکنه با این ویروس ظاهرا داشتن اینا روی داروی مقابله با ویروس سارس کار میکردن که این فراگیری کرونا ایجاد شده بعد اومدن تست کردن دیدن که ظاهرا همون دارو میتونه روی این هم اثرگذار باشه این خبری که امروز صبح من خوندم که هلند این رو اعلام کرده یا آزمایشگاه هم توی کانادا ظاهرا این رو اعلام کرده ولی خب حتی اگه امروز هم داروی درمان قطعیش کشف بشه این تا بیاد به دست همه آدما برسه حداقل یک سال زمان میبره به خاطر اینکه کلی باید تست بشه روی حالا حیوانات بعد روی انسانات تست بشه بعد تا بیاد به تولید انبوه برسه زمان خیلی زیادی هست و پس فقط تنها کاری که میشه کرد اینه که ما خودمون باید هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم این توصیه هایی هم که از بیرون میشه پزشکا توصیه میکنن یا حالا دولت ها سعی میکنن سازماندهی کنند که مثلا خونه بمونیم و اینا اینا رو تا جایی که میتونیم باید انجام بدیم چیزی دیگه که از سیستم دفاعی بدنه چه جوری میتونیم سیستم دفاعی بدن رو بهتر بکنیم چیزایی که دیدن تا الان روی کرونا تاثیر داشته ویتامین C بوده که خب این قرص های جوشان و ایناست که میشه در واقع آدم تهیه بکنه روزی یه دونه بخوره به خاطر سیر رو نبوده ویتام... من سیر نشیدم گل بنفشه روغن 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 تو پنه. <laughs> به غیر از اون ویتامین دی هست که از خورشید میگیریم معمولا توی کانادا خیلی نداریم این ویتامین کمه برای همین همه باید مصرف بکنن که پوست که جلو خورشید باشه اون رو تولید میکنه ما تولید نمیکنیم تو کانادا آره. باید قرصشو بخوریم و زینک زینک هم خیلی به سیستم دفاعی بدن کمک میکنه من اینایی که گفتم شما نرید از فردا مثلا قرصشو شروع کنید به خوردن اینا رو بعد دکتر تجویز بکنه بعد آزمایش داده بشه حالا کسایی که تو کانادا هستن همه باید ویتامین دی رو بخورن حالا مم. کم و زیاد ولی زینک و ویتامین سی رو یه تحقیق هم شده بود که میگفتن توی معمولا کنم مصرف کنند گفته بودن که اگه توی مراحل اولی سرماخوردگی باشی زینک بخورید خیلی میتونه کمک کنه که چیز بگیرید توی 24 ساعت اول <تصفح> گفته بود ولی اگه از 24 ساعت بگذره میگه دیگه زینک هم کار نمیکنه برای سرماخوردگی اون داروی من به تو دادم کول افکس یه دفعه آره. که شوار. زمین آره همون 24 ساعت خیلی زینک داره من بعدا فهمیدم که چیزایی که توش هست اون یه کار عجیبی با من کرد اون موقع حس سرماخوردگی داشتم اونو خوردم حس رفت اینو انگار عقب انداخت میندازه دو هفته بعد یه طور وحشتناکی اومد دیگه هیچ وقت من قرص نخوردم آره آره اه خلاصه این اطلاعاتی بود که ما تا اینجا جمع کرده بودیم و نیاز بود که بگیم نمیدونم حالا توی ایران میگن گرمی خوردن نخورید گرمی شاید این, این لفظ گرمی سردی که توی فرهنگ ما هست این هیچ مبنای پزشکی نداره این مثل خیلی مباحث دیگه ای که ما ورد زبونمون و راجبش صحبت میکنه اینا مبنای علمی نداره اصلا چیزی به عنوان گرمی سردی تو ولی خودت L... سرد مزاج بلغمی <laughs> هستی به علاوه جازی بودن و استرس اینا از این میاد که میگفتن نمیدونم انسان نمیدونم خلقت انسان بر مبنای چهار ماده اصلی بوده بعد نمیدونم یکی این ماده ها گرمی تو خون یکی سردی اینا اصلا علمی نیست اینا رو از ذهنمون دور کنید خورما یعنی گرمی نیست نه نیست آقا نیست اصلا نداریم گرمی سردی نداریم پس تو چرا الان دو جوش بد زد بعد از خوردن این با چربیش زیاد بدن من با چربی مشکل داره خلاصه این که کرونا رو واقعا جدی بگیریم حالا ما خودمون من خودم اوایلش اینطوری بود که با کانادا که دیگه نمیاد دیگه چین حالا چه جوری بیاد یه جوری الان داره تو ونکوور رشد میکنه و اطراف خونه من همینطوری هی داره نخ... نقاط گرمش به وجود میاد دو تا از خانه های س... گرمش یعنی چی؟ طرز <applause> 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 حرف زدن این دو تا از خانه های سالمندانی که اطراف خونه من هستن متاسفانه درگیر این موضوع شدن توی حالا این جامعه که وجود داره آدما متاسفانه دارن میگیرن توی بیمارستان چند تا از کسایی که اون قسمت ورود بیمارستان که میان شما با یه نفر صحبت میکنین مم. ریسپشن, اره ریسپشن. اونا در واقع سه نفرشون الان بیمارستانی که نزدیک خونه من هست همه گرفتن و جدی ایمان نبود دیگه. هفته بعد بدونید دیگه آره اگر که بیمارستان اونجا پادکست ضبط میکنید واقعا من و فرهاد ایمنیم به این ویروس. آره شما کار خاصی نمیکنید برای کرونا من خیلی دست شستم دیگه من قبل این هم که به خودتونم گفتم قبل برنامه اصلا دستشور نبود من هم تازه فهمیدم اصلا آدم شوری نبود حالا همین این دقت کردیم که این کارا رو واقعا با ما میکردیم و نمیکردیم نمی و مطمئنم این ایشالله کرونا هر چه بره همه, همه برشه دستا رو دیگه نمیشونیم درس نمیشه متاسفانه من اینجور. که اطمان تا یه ما نشورم چون واقعا داریم تو <تصفح> <تصفح> اصلا رنگش رفته دیگه. دست ترمیناتور شده اخ اخ انتقاد آره آره مثل شده کف آره دستش و حالا من دیروز رفته بودم خرید بریم تو جالب دیگه آره ما من رفته بودم خرید دیروز مثلا رفتم چند تا کیسه خریدم و اینا اول گذاشتم کف زمین اونجا بعد اینا رو دونه دونه در می آوردم اینا رو با الکل جعبه هاش رو تمیز می کردم رو می شستم و می الکل الکول میزشتم. در واقع تمیز میکردم میزشم سر جاش دستمو میشستم دوره بعدی خب همه رو بش بعد دستت بهش آخرش نه میترسیدم الکل زیاد چیز نشه خاص خوب همه فرار رو صد درصد تمیز بشه بعد اون منطقه رو یه بار با الکل تمیز کردم دستمو شستم بعد دوباره شروع کنم دستگیره های خونه رو دون همه رو چیز کردم با الکل تمیز کردم الان ایمان آماده ایده خونه تکونی شده خونه فرق میزنه دیشب کبریت میزدیم میرم <applause> اینا رو شستم همه رو اینا رو دونه دونه چیزایی این رو که روی میکروفون اینقدر این الکل زده آره اینا رو همه رو شستم یه حال دیگه ایه ولی واقعا باید جدی گرفتی که جدی نگیریم یه میفته توی زندگیمون منم که آدم غیر ایمن بدنت علکی جن خوب که میره سر سری سرچ میکنه میبینه سرطان کرونا گرفته ولی خب جدی بگیریم دیگه تو دیگر. کار دیگه نمی برای کرونا اصلا برات مهم کرم خریدم دیگه از خونه برای کرونا کرم اسپند میگن دود بعد بکنیم بعد درست اسپند یه جالب بگم بگو پیرو اپیزود قبلی شرکت برق استان بریتیش کلمبیا یا اون بی سی هایدرو دیروز یا پایروز اعلام کرد که کس مشتریایی که از الان به بعد حالا نمیدونم تا چه مدتی چیز بشه پرداخت نکنن قبوز برقشون رو قبوز؟ آره نمیرن تو حالت بد حسابی و جریمه نمیشن. آره جریمه نمیشن و بعدا بد حساب نمیشن بهشون مهلت داده که حالا هر موقعی که خواستن پرداخت بکنن آره چون هی سیری ترن آن دی لایتس نه گفته پولشو میبخشه نه بران سیری من را افتاد <applause> خوب <تصفيق> <تصفيق> آره نه خوب خوب بود دیگه حرکت خوبی بود بقیه, بقیه شرکت ها و کمپانی شروع بکنن همینطور تو آروم آروم ساپورت بکنن این داستان و چون مطمئنه خیلی شروع میکنن کار نکردن درآمد نداشتن یه فشاری بردن از روی مردم همینطور کشور میگم کشور شرکت ها و سازمان های تو ایران و خیلی خوب میشه دیگه همه باید به فکر حال هم مدیریت ها. میخواد این بحرانیه که مدیریت سطح بالای بسیار قوی میخواد امیدوارم که کشور دنیا بتونن این کارو بکنن یه هشتگی تو اینستاگرام دیدم متاسفانه یادم نمیاد چی بود مردم از اسکرین شات اسکرین <تصفح> گذاشته بودن که صاحب خونه هاشون بهشون اس ام دادن دیدم. که آقا مثلا نگران نباشید این یکی دو ماه و اینا رو حالا بعدا با حساب میکنیم یا حالا معاملات و چیزای دیگر رو این خوب خودش نه دمشون گرم واقعا من اینه دیدم چند بار یعنی چند جای مختلف دیدم و مطمئنم که واقعیه و دم مردم گرم دیگه خودمون باید یه جورایی به خودمون کمک بکنیم الان چیزی که الان دیدم کمک های مردمی همه مثلا موقع که اتفاقی می افتاد یه خیریه می زدن مثلا به فلانی پول بدید دارن کمک کنن الان نمیبینم اینا رو یعنی هم چیزی ندیدم توی این مدت میخوای ایمانو بگیم آها اه آره ایمانو ما خودمون ایمان که توی برنامه ما اومده داره کمک میکنه ایران داره کمک میکنه و من خودم شخص قابل اعتمادتر نداشتم که آره کمک داره جمع میکنه و آه. کمک میکنن پتو جمع پتو دارن برای جمع میکنن ماسک واسه کادر درمانی دیگه چی میدونی فلا فقط, فقط پتو لباس آره. لباس های لباس. گاون گاون. آره. که بتونم بپوشم. برای کادر درمانی اکثر کارهایی که دارن میکنن به خاطری که میگن اینا وجود نداره و خب ما هم استوری رفتیم در موردش و امیدوارم که بتونیم کمک بکنیم چندین نفرم برای ما اسکرین شات فرستادن که پول داده بودن دستتون درد نکنه مطمئنم که ایمان از همتون بعدا تشکر میکنه خودش چیز دیگه نداریم؟ جالب, جالب نداری؟ جالب داری؟ نه جالب همون هم اینا بود, بود. <تصفح> یه ای کامنت اومده بود توی یوتیوب از راجب اپیزود هفته بگو آن اپیزود رو بخونی آل خیلی آل حال حالا دونه دونه نمیگم تو بگو کلش... من برم بیام یه دقیقه چون باتری اون داره تمام آل. میشه خیلی یاد خوششون اومده بود استقبال کرده بودن که حالا مهمان خانم داشتیم و حالا چون به مناسبت روز, روز جهانی زنم بود و تونستیم ایده های خانم ها هم داشته باشیم و به اشتراک بذاریم خیلی مورد حمایت قرار گرفت و همه کلی حال کرده بودن گفته بودن بازم از این کار بکنین حالا افراد مختلف بودن با کامنت ها جمله های مختلف ولی این کلیتش بود توی یوتیوب بازخورده مثبت بود در بچه های آجیل یه آجیلی هم زحمت کشیده بودن واسه ما آورده بودن ما این اپیزود کردیم آره باز کردیم و تک تک آیتماش خیلی خوشمزه و درجه ایک بود ما رو تو یوتیوب فالو کنید سابسکرایب بکنید با... نه فقط یوتیوب میگم سابسکرایب بکنید اونجا خیلی بهتره تجربتون بهتر از خود دیگه ما رو هم تصویر رو میبینید و هم میشنوید ما رو میتونی بیایی دیگه برنامه رو تموم میشه اصلا لازم نیست خیلی خوب این بود برنامه باید 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 فرزاد نه اومد کامنت جمع کرد کامنت فرستاده واسه من یعنی اون چیزه ولی من تشخیص دادم که کامنت ها رو دونه دونه نخونم نه کلیاتش کلیاتش همین بود همش راجب برنامه تشخیص تو بود آجیل بود و آره خیلی خوب بزن پس مون. تشخیص ما ما توی تمام فضای مجازی اسم پادکست توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. یوتیوب هم هستیم تصویری کامل HD 4K. 4K.